بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 14 جولای 2023 میلادی برابر است با 23 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اعتراضات سراسری ایران، بار دیگر به دخالت نظامیان و روحانیون در حکومت ایران اعتراض کرد و از آنها خواست سیاست را به اهلش بسپارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز 23 تیر ماه در خطبه های خود گفت: معتقدیم که نظامی ها در کار خودشان می توانند موفق باشند و در میدان سیاست و در پست های سیاسی این سیاست مداران هستند که برای این کار ساخته شدند. علما به کار خودشان برسند، به درس و تدریس و فتوا و این کارها که مربوط به خودشان است رسیدگی کنند. مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان را محکوم کرد و گفت روحیه مردم ما کشتار و قتل و راهزنی نیست. او گفت حمله به کلانتری زاهدان برای همه سخت بود و بر همین اساس ما این حمله را به شدت تمام محکوم کردیم و از همان لحظه اول اعلام براءت کردیم و گفتیم که از این مسائل بری هستیم. رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه 17 تیر ماه خبر دادند که افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کردند. در این حمله دو مأمور نیروی انتظامی و هر 4 مهاجم کشته شدند. ساعتی بعد گروه مسلح جیش العد مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. مولوی عبدالحمید درباره این حمله گفت: تلاش ما این بود که این درگیری گسترش پیدا نکند و باعث ناامنی زاهدان و شهرهای دیگر این استان نشود. او با تاکید بر اینکه مسیر ما مسیر اعتدال و میان روی است و ما مخالف سرسخت افراط و تفریط هستیم گفت روحیه مردم ما کشتار و قتل و راهزنی نیست و مردم ما با این اقدامات مخالف هستند. مولوی عبدالحمید همچنین به دارالعلوم زاهدان اشاره کرد و گفت که این مدرسه یک مدرسه سیاسی نیست. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از تشدید فشارها بر حامیان معترضان خبر دادند. سازمان حقوق بشر هنگا اعلام کرده که دادسرای بوکان 54 وکیل فعال در این شهر را احضار کرده است. دادسرای بوکان در ابلاغیه خود دلیل احضار این وکلا را انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی عنوان کرده است. به گزارش هنگا این وکلا روز 27 شهریور ماه سال گذشته در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از خانواده مهسا امینی، ارتکاب رفتار غیرقانونی از جانب هر نهاد و ارگانی و تحت هر عنوانی را محکوم کرده بودند. امضا کنندگان بیانیه مرگ مهسا امینی را مشکوک خوانده و آن را موجب سلب احساس امنیت در عموم جامعه خواندند. 54 وکیل احضار شده در بیانیه خود خشونت‌های کور تحت عناوین فراقانونی و بدون محاکمه عاملان آن را موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه توصیف کردند. این وکلا همچنین از آمادگی برای قبول وکالت و حمایت حقوقی از خانواده مهسا امینی تا حصول نتیجه نهایی خبر داده بودند. علی اکبر رایفی پور از چهره‌های تندرو در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بعد از بازگشت از عربستان سعودی به ایران در فرودگاه تهران گفت که مقامات سعودی قصد داشتند که از او بازجویی کنند. رایفی پور شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها ادعا کرد که مقامات سعودی راضی شده بودند به 1 دقیقه بازجویی، اما همین را هم مقامات ایران در عربستان اجازه ندادند. در حالی که گزارش‌ها حاکی از ممنوع خروجی رایفی پور در عربستان بود، به مدعی شد که هنوز از دلیل ممنوعیت خروج خود بی خبر است و مقامات سعودی هر دفعه چیزی کاملا بی ربط به هم گفتند، اما نهایتا همکاری کردند. پیش از این اظهارات، حساب توییتری مؤسسه مصاف که علی اکبر رایفی پور تأسیس کرده، ویدیویی از او سوار بر هواپیما را منتشر کرد و از بازگشت این چهره اصولگرا به ایران خبر داد. تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در مقابل پذیرش اعضای الحش الشعبی به عنوان دانشجو مقاومت خواهند کرد.
این فعالان دانشجویی با اشاره به تک قطبی شدن فضای دانشگاه ها توسط به اصطلاح استادان وابسته و شبه نظامیان بسیج گفتند ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمیپذیریم و در برابر آن مقاومت میکنیم. اجازه نمیدهیم بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقت ها و بلاهت های خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکه‌دار کند. هفته گذشته حسین مساوی بخاطی معاون تعلیم و تربیت الحشد الشعبی شبه نظامیان شیعی عراقی مورد حمایت ایران با اعلام اینکه این گروه در پی برقراری همکاری با دانشگاه‌های ایرانی و در رأس آنها دانشگاه تهران است اعلام کرد که برای اعزام نیروهای این گروه شبه نظامی برای تحصیل با دانشگاه تهران به توافق رسیدند. او در مراسمی که رئیس دانشگاه تهران هم حضور داشت گفت که پیش از این هم حدود 100 تن از اعضای این نیروی شبه نظامی با کمک ابو مهدی مهندس به ایران اعزام شدند. دادگاه کیفری ورامین زنی را به جرم افتادن روسری حین رانندگی به مدت 1 ماه به شستن میت در قصدالخانه تهران و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. بر اساس تصویر حکم صادر شده از سوی دادگاه که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، این زن در اظهارات خود گفت شاید حین رانندگی روسری از سر او افتاده باشد، اما دادگاه غیر عمدی بودن این بزه را نپذیرفته است. رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ورامین در حکم صادره این زن را به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان به پرداخت 31 میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات بدل از 2 ماه حبس تعزیری و همچنین از جهت تکمیل مجازات تعزیری به مدت 1 ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در قصدالخانه تهران محکوم کرده است. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران بلند نکردن پرچم جمهوری اسلامی از سوی علی برادزاده سنگ نورد ایرانی در مسابقات فرانسه را بی احترامی دانست و اعلام کرد که او از شرکت در رویدادهای ورزشی محروم شده است. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی روز جمعه با انتشار بیانیه کوتاهی نوشت که بابت این بی احترامی مراتب انزجار خود را ابراز می دارد. این فدراسیون افزود که آقای برادزاده تا اطلاع ثانوی از کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی محروم و در عصای وقت با تشکیل کمیته انضباطی به این عمل شنیع وی رسیدگی خواهد شد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برادزاده در مسابقات سنگ نوردی در فرانسه خلاف دیگر ورزشکاران پرچم جمهوری اسلامی را بلند نمی کند و تکان نمی دهد. اما این ورزشکار روز جمعه با انتشار 2 پست اینستاگرامی ضمن عذرخواهی گفت که هیچ نیتی برای بی احترامی به پرچم نداشته است. یک عضو کادر درمان ایران به دلیل رعایت نکردن پوشش اجباری به مجموع مجازات هایی از جمله انجام خدمات نظافتی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این رزیدنت زن به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی توسط مرجع قضایی جمهوری اسلامی به منع از اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شد. علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، با انتقاد از حکم صادره میگوید منع یک پزشک از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به مراکز درمانی دولتی به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان کاملا ناموجه و مغایر با موازین قانونی است. همزمان با قطع گسترده آب در مناطق مختلفی از شهر اهواز و دیگر مناطق استان خوزستان، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه در جریان سفر به خوزستان و طی جلسه‌ای با فرماندهان و مسئولان کشوری و استانی در اهواز، به طور تلبیهی به مخالفت بسیاری از جوانان ایرانی با جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت جنگ ما با دشمن جنگ جذب جوانهاست و باید جوانها را حمایت کنیم و آنها را از آتش دشمن نجات بدهیم. سلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر سپاه یک جا می جنگد و یک جا نجات غریق است، گفت کسی که محاربه کند محکم مقابله می کنیم و کسی که کشور را ناامن کند تومارش را در هم می پیچیم، اما عده‌ای که نیاز به کمک دارند و به سمت آتش می روند باید آنها را نجات بدهیم. سفر حسین سلامی به استان خوزستان و تهدید او برای سرکوب معترضان در حالی انجام شده که به گفته محمد رضا کرمی نژاد، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، نزدیک به
یک هفته است که آب شرب در بسیاری از مناطق شهر اهواز و استان خوزستان قطع شده است. برام گرانشمن در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگان جمع می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در میانه واکنش های منفی در ایران به حمایت روسیه از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایران، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در شرایط فعلی رسیدن به هر گونه توافقی برای احیای برجام غیر واقع بینانه به نظر می رسد. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس وزیران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان در پایتخت اندونزی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا اشاره کرد و گفت شک دارم واقع بینانه باشد که توقع احیای برجام را داشته باشیم. وزیر خارجه روسیه همچنین این گمان را مطرح کرد که دولت جدیدی در آمریکا روی کار خواهد آمد و اضافه کرد که مشخص نیست که دولت آینده از توافق جدید خارج نشود. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، او با اشاره به خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران گفت که آمریکا به راحتی
برجام را نابود کرد. وی همچنین با اشاره به تحرکات دولت جو بایدن درباره توافق هسته‌ای با ایران مدعی شد که واشنگتن به جای تصمیم‌گیری برای احیای کامل برجام در جهت به دست آوردن چیزهای بیشتر از تهران چانه‌زنی کرده است. اسرائیل سومین رزمایش هوایی مشترک با آمریکا به نام جونیپر اوک را با فرماندهی مرکزی ایالات متحده و با هدف تقویت همکاری نزدیک این دو متحد راهبردی به پایان رساند. به گزارش پایگاه اینترنتی تایمز اسرائیل، در این رزمایش که گفته می شود متمرکز بر ایران بود، تمرین هایی از جمله پروازهای دوربرد و شبیه سازی حمله به قلمروی ناآشنای دشمن انجام شد. اسرائیل با بکارگیری هواپیماهای بوئینگ KC-46 سوخت‌رسان انجام حملات بزرگ احتمالی علیه اهدافی در عمق 2000 کیلومتری جمهوری اسلامی را که بسیار دورتر از برد پروازهای عادی جت‌های اسرائیلی شبیه سازی می‌کند. آمار سازمان ملل حاکی از آن است که تاکنون در سال جاری میلادی نزدیک به 300 کودک در مدیترانه غرق یا ناپدید شدند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید شمار کودکانی که به امید امنیت، صلح و زندگی بهتر در مدیترانه مرکزی و در مسیر مهاجرت پناهجویان از شمال آفریقا به اروپا غرق شدند بالغ بر 11 کودک در هر هفته است. یونیسف تخمین میزند که از سال 2018 به این سو حدود 1500 کودک در جریان تلاش پناهجویان برای گذر از مدیترانه غرق یا ناپدید شدند. ماهنورد چاندریان 3 هند که سومین تلاش این کشور برای رسیدن به ماه است به فضا پرتاب شد. بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در هند به تماشای این پرتاب نشستند و بعد از به آسمان رفتن آن به شادی پرداختند. کنترل زمینی چاندریان 3 اعلام کرد که این پرتاب کاملا بر اساس برنامه قبلی و موفقیت آمیز بوده است. قرار است که این ماهنورد در نزدیکی قطب جنوب ماه که کمتر اکتشاف در آن انجام شده فرود بیاید. رادگرشوان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران. دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک،
تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. بازیگران هالیوود شامگاه پنجشنبه بعد از آنکه مذاکرات انجمن بازیگران آمریکا موسوم به ساگ‌افترا با استودیوهای بزرگ فیلمسازی بی‌نتیجه ماند، به نویسندگان اعتصابی پیوستند. شامگاه چهارشنبه مهلت توافق پیشین میان این انجمن و استودیوهای فیلمسازی هالیوود به پایان رسید و بعد از ظهر پنجشنبه این اتحادیه با برگزاری یک کنفرانس خبری در شهر لس‌آنجلس خبر از این اعتصاب داد. همچنین نامه‌ای در میان بازیگران هالیوود با امضای 1000 تن از سرشناس‌ترین چهره‌های بازیگری پخش شد که خبر از حمایت گسترده بازیگران سرشناس از این اعتصاب داد. بزرگترین دغدغه بازیگران و نویسندگان آمریکایی در حال حاضر استفاده از هوش مصنوعی در تولیدات سینمایی و تلویزیونی است و آنها نگران آینده شغلی خود هستند. خبرگزاری CNN در گزارشی می نویسد که بالا ماندن دمای متوسط در بخش‌های جنوبی آمریکا در طول شبانه روز تا 2 هفته اخیر باعث شده که میزان حرارت هوا مرگبار شود. حرارت بالای 38 درجه سانتیگراد در جنوب آمریکا که چند روز طول کشیده و در هنگام شب هم کاهش چندانی پیدا نکرده میتواند برای کسانی که تهویه مطبوع ندارند کشنده باشد. تا یه هفته ای که گذشت جنوب تگزاس، فلوریدای جنوبی و جنوب غربی ایالات متحده گرمای شدیدی را پشت سر گذاشتند، اما یک موج گرمای حتی شدیدتر از آن در آخر هفته از راه می‌رسد و این مناطق را مورد هجوم حرارتی قرار می‌دهد. بیش از 40 میلیون تن از کالیفرنیا تا فلوریدا تحت هشدارهای حرارتی قرار دارند. این هشدار مکان‌هایی مانند میامی در فلوریدا و هیوستن و سان آنتونیو در تگزاس را پوشش می‌دهد که در آنها شاخص گرما به حدود 45 درجه می‌رسد. لاس وگاس در نوادا و فینکس در آریزونا این هفته مدام تحت شدیدترین هشدار خطر گرما قرار داشتند و میزان حرارت روزانه در آنها 45 درجه سانتیگراد یا بیشتر بوده است. این دو شهر تا یه هفته‌های آتی کماکان گرم خواهند ماند و داغ‌تر می‌شوند. به گفته CNN سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌کند که 40 رکورد حداکثری درجه حرارت و بیش از 50 رکورد حداقلی درجه حرارت آخرین هفته در سراسر ایالات متحده شکسته شود. بینندگان هشمند، پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.